سلام سلام، این مواد خوشگلی که میبینی قرار بشن همبرگر و شامی، تخم مرغ، پیاز، ادویه‌جات و گوشت چرخی. همه تخم مرغ ها رو میشکنیم روی گوشت چرخی و خوب هم میزنیم. پیاز رو هم رنده میکنیم روی گوشت چرخیمون. هم بزنید و ادویه جات رو مخلوط کنید. نمک، فلفل سیاه، پاپریکا و زردچوبه ادویه جات ما هستن. خب اینقدر مواد رو هم بزنید که کاملا مخلوط بشه و حسابی شل باشه مواد ما. یعنی مواد اگه سفت باشه خیلی همبرگر خوبی رو به شما نمیده. ببینید الان به چه شلی هست. اگه که سفت بود شما میتونید به تعداد تخم مرغ‌ها اضافه کنید. خوب هم میزنیم و مواد ما آماده هست. توی مایتاب روغن میریزیم و میریم سراغ روغن که داغ شد، سراغ اندازه همبرگر و شامی. خب روغن که داغ شد، ما اگه بخوام شامی درست کنیم با قاشق از مواد برمیداریم و توی تابه میریزیم. اگه بخوام همبرگر درست کنیم با یک ملاقه یا قاشق بزرگتر. من اول همبرگر رو میریزم، مواد همبرگر، اما مد نظر من شامی هست. فعلا همبرگر رو میریزم. ببینید من با ملاقه مواد رو ته تابه میریزم که شما اندازه موادی که میریزم رو ببینید. این یک همبرگر، این همبرگر دومی ما که من با ملاقه مواد رو میریزم و اونو گرد میکنم. وقتی که دو طرف مواد به خوبی سرخ شد، همبرگر ما آماده هست. یه دونه همبرگر دیگه میزنم. این مواد همبرگر ما هست. و در طول یک جا سرخ نکنید. زمانی که احساس کردید مواد خودشو گرفته، وارونه کنید و اون سمتشو دوباره سرخ کنید. دوباره چندین بار توی روغن برگردونید تا همبرگر شما آماده بشه. خب این هم با قاشق مواد شامی ما میشه. ببینید به این ترتیب اندازه ملاقه رو عوض کردیم و با قاشق شامی رو میریزیم و در سطح تابه پهن میکنیم. به این ترتیب شامی ها رو وارونه می کنیم، هر کدوم که خودش رو گرفته، و در طول زمان چندین بار دو طرف شامی ها رو سرخ می کنیم. شامی های سرخ شده رو بر می داریم و دوباره از مواد می ریزیم با قاشق. گفتم چون امشب من قصد دارم که شامی درست کنم، بقیه مواد رو با قاشق می ریزم. و خواستم به شما بگم که همبرگر رو شما با ملاقه بریزید و اندازه اون چقدر باید باشه و گرد باید باشه. الان شامی ما دیگه نیازی نیست گرد باشه. به این ترتیب من شامی های سرخ شده رو برمیدارم و دوباره از مواد ته تابه میریزم. به همین منوال کل مواد رو سرخ میکنیم و شامی های سرخ شده رو بر میداریم. ببینید شعله به اصطلاح زیر تابه زیاد نیست، یعنی متوسط رو به کم هست که مواد کاملا مغز پخته بشه. خب من شامی های پخته شده رو بر میدارم و دوباره مواد از مواد توی تابه می‌ریزم و
کمی روغن بریزم که اگه شعله شما کم باشه، پایین باشه، روغن زیادی هم مصرف نمیشه. به این ترتیب شامی ها رو میریزم و ببینید من نازک میکنم. من با ته قاشق مواد رو نازک میکنم که خوب مغز پخته بشه و یک شامی مغز پخته خوب و نرم و لطیف رو به ما بده. به این ترتیب ببینید به چه نازکی هست شامی ما وقتی که مواد خودشو گرفت. وارونه می کنم اونو و همین کارو تا آخر ادامه میدیم. ببینید روغن من جوری نیست که توی تابه روغن قلقل بزنه. با یک روغن کم و شعله متوسط رو به پایین تمام مواد رو سرخ میکنم. چندین بار مواد رو برمیگردونم تا دو طرف مواد و وسط شامی های ما کاملا پخته بشه، چون گوشت چرخی هست و باید کامل مغز پخته بشه. به این ترتیب به این ترتیب تا مواد رو سرخ میکنیم و همبرگر ما آماده شد و امیدوارم که شما هم درست کنید و لذتش رو ببرید. با سبزیجات و خیارشور گوجه تزیین میکنید.